حسن روحانی در سفرش به دو کشور اروپایی گفت کشورش تنها در صورتی که بتواند از منافع برجام بهره‌مند شود در آن باقی میماند و تهدید کرد اگر ایران نفت نفروشد هیچ کشوری در منطقه نمیتواند نفت بفروشد. با تضمین و تهدید آیا منافع ایران تامین میشود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. تور اروپایی حسن روحانی به دو کشور سوئیس و اتریش تلاشی بود از طرف ایران و اروپا در آستانه نشست وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در برجام برای تضمین ادامه آن. گرچه رئیس جمهوری ایران خط و نشانی کشید که تهدید به بستن تنگه هرمز تعبیر شد، او گفت اگر کشورش نتواند نفت صادر کند سایر کشورهای منطقه هم نمیتوانند نفت بفروشند، تهدیدی که قاسم سلیمانی بابت آن از حسن روحانی تقدیر و تشکر کرد. درست زمانی که روحانی در وین بود، اتریش از ایران خواست مسئولیت دیپلماتیک یک دیپلمات ایرانی را لغو کند تا اتریش بتواند او را به ظن ارتباط با تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین در پاریس بازجویی کند. همزمان با تهدید روزانه آمریکا برای مجازات هر شرکتی که با ایران مراوده داشته باشد، ایران از اروپا تضمین می‌خواهد. تضمین‌هایی که بسیاری معتقدند اروپا نمی‌تواند به شرکت‌های اروپایی بدهد. اتحادیه اروپا دیشب به بانک سرمایه‌گذاری اروپایی کارت بلانش کار با ایران را داد، اما این هم تضمینی برای همکاری این بانک با ایران نیست. از طرف دیگر اروپا هم از ایران خواسته هایی دارد، مثل پذیرش شفافیت مالی مورد نظر FATF. حسن روحانی ظاهرا قبل از این سفر در نامه از شورای نگهبان خواسته لوایح تصویب شده در مجلس را تایید کند. در برنامه امروز در دو بخش درباره سفر حسن روحانی به اروپا برای گرفتن تضمین از آنها و از سوی دیگر تلاش او در خانه برای گرفتن تضمین‌هایی برای اروپایی‌ها صحبت می‌کنیم. در بخش اول دو مهمان داریم: مهران براتی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و آشنا به فراز و فرودهای مذاکرات هسته‌ای ایران از برلین با ماست، و امیرحسین گنجبخش، فعال سیاسی جمهوری‌خواه هم از واشنگتن با ما همراه شدند. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. از آقای براتی شروع می‌کنم. آقای براتی، نظرتون راجع به این سفر چیه؟ به نظر شما آیا اون هدف‌هایی که آقای روحانی داشت در این سفر تضمین شد؟ بله، من میتونم بگم از دیروز اتحادیه اروپا بسیار سخاوتمندانه اون بسته سخاوتمندانه‌ای به ایران ارائه کرده. خب دیروز قانون بازدارندگی جرائم تحریمی، اون چیزی که تحت عنوان بلاکینگ رگولیشن معروف است، شرکت‌های اروپایی رو ممنوع میکنه که از تحریم‌های آمریکا پیروی کنن، و در این زمینه اگر ضررهایی متوجه اونها بشه، کشور اروپایی اونها رو، این ضررها رو به صلاح جبران میکنن. دوم اینکه اتحادیه اروپا میگه رأی کشورهای ثالث رو در مورد تحریم ها نمیپذیره. سوم، یک سیستم مالی مستقیم میان بانک های ایرانی اروپایی به وجود میاد، به این معنا که بانک های اروپایی در مقابل کالاهایی که از ایران میگیرن یا نه، مستقیما وجوه مربوطه رو به یورو یا به ارز دیگر کشورهای اروپایی به بانک مرکزی میفرستن. این احتیاج به یک نرم افزار جدیدی داره که مدتی کار میبره. دیگر اینکه کمیسیون اروپا از کشورهای عضوش خواسته یک باره برای یک بار وجوهی رو به بانک مرکزی ایران بفرستن، به این معنا که در آینده کالایی دریافت کنن. این برای اینه که محظورات یا تنگناهای ارزی که الان دولت آقای روحانی با اون روبروست برطرف بشه. پنجم این است که کشورهای اروپایی به نوعی این شایعه هست و یا خیلی بسیاری هم در اروپا هم در ایران آمده که اروپا تضمین کرده 1,000,000 بشکه نفت ایران رو خودش مستقیما بخره یا به دیگران بفروشه. این معنی این است که 45% 2,200,000 بشکه یا 2,600,000 بشکه صادرات نفت ایرانه. آقای براتی عذر میخوام، این تضمین ها داده شده؟ قرار داده بشه؟ الان در چه مرحله ای هست این تضمین هایی که شما صحبتش رو میکنید؟ اینها اون چیزی است که نوشته شده به ایران داده شده. مسئله آخر در این قسمت این است که اتحادیه اروپا عرض که تضمین میکنه که چیزی در حدود 10 میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط
به اصطلاح کمک برای سرمایه گذاری بکنه. خب همه اون چیزی که مربوط به بانک سرمایه گذاری اروپا میشه شما اشاره کردید، این بانک چون منابع بسیاری رو از طریق روابط مالی در آمریکا تامین میکنه، معلوم نیست که حتما به رأی دادگاه، به رأی پارلمان اروپا توجه کنه، اون رو عملی کنه. همه اینها در یک فضای انجام میگیره که ما هنوز نمیدونیم در مقابل این داده ها از جمهوری اسلامی چه خواسته شده و جمعه آینده که وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در برجام قرار بنشینن، اونجا مذاکره بر سر چه نکاتی خواهد بود. آقای گنج بخش، نظر شما چیه؟ آقای براتی به نظر خیلی خوشبین میان. والا بعد با سلام به شما بینندگان عزیز، من زیاد خوشبین نیستم. دلیلش هم اینه که نهایت اتفاق که برای جمهوری اسلامی خواهد افتاد اینه، این حالتی که چیزی تغییر نکنه از وضعیتی که ما هستیم، و وضعیتی که ما هستیم بسیار وضعیت شکننده ای در حوزه اقتصاد ایران و اضافه شدن تحریم ها و تهدید های امریکا به این وضعیت بحرانی اقتصادی وضع رو از این هم بدتر خواهد کرد. دومین نکته ای که بعدش پرداخت اینه که شرکت های خصوصی بر اساس منافع دیپلماتیک عمل نمی کنند، بلکه بر اساس سنجش ریسک و اینکه چه خطراتی سرمایه گذاریشون رو تهدید میکنه عمل میکنه. درست. از این اساس هم این تضمین هایی که یک کشورهای سرمایه داری غرب به شرکت های خودشون میدن، عملا باید اون ریسک هایی رو که این شرکت ها با اونها روبرو خواهند شد رو هم در نظر بگیره. ببینید هنوز که تحریم ها شروع نشده، بسیاری از شرکت های بزرگ نظیر توتال، شرکت های بیمه های آلمانی و غیر و غیره حاضر نیستن در ایران سرمایه گذاری بکنن. حالا نکته که هست، همون نکته که آقای براتی به درستی بهش اشاره کردن، اینه که در مقابل این بسته ای که حالا اگر اجرا بشه یا نشه، چه چیزهایی رو آقای روحانی باید از این ور تضمین بده. به نظر شما دقیقا اونها چی میتونه باشه؟ آقای روحانی باید چه تضمین هایی داده باشه که اگر این پیشنهاداتی که به نظر میاد بسیاری از اونها پیشنهادات خوبی هست برای ایران، دست کم برای اینکه بتونه وضعیت رو در شرایط فعلی نگه داره، چه تضمین هایی داده آقای روحانی فکر میکنه؟ نکته مهم اینه که این تضمین هایی که اروپا از آقای روحانی خواهد خواست به عنوان واسطه ایست که برای برجام دو با امریکا باید بگیره. چرا؟ خاطر اینکه اروپا با تمام این کارهایی که انجام میده از نظر سیاسی و استراتژیک همراه و همکار امریکاست. جمهوری اسلامی این وسط به عنوان یک نیرویی که تقریبا هیچ دوستی در منطقه و دنیا نداره ولی پر از دشمنه. این تضمین ها به نظر من خیلی روشن و دقیقه، یعنی درست برعکس عملیات انتحاری که آقای روحانی و آقای خامنه ای و آقای سلیمانی عمل کردن، یعنی در مورد چی؟ در مورد بستن تنگه هرمز، تهدید کردن و غیره. یک راه بیشتر نداره، اون همینه که آقای روحانی میخواد رئیس جمهور کشور ایران باشه یا رهبر یا عضو نهضت اسلامی آقای خامنه ای. این انتخاب انتخاب اساسیه که مسلماً اگر اولی رو انتخاب بکنه، عادی سازی رابطه با امریکا و به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان پایه‌های اساسی اون تضمینی که باید به اروپا بده که اروپا اون رو به امریکایی‌ها خبر بده. این مجموعه بسته‌ای که ایران در دستش داره که اگر هم خیلی بخوان پیشرفت بکنن در این بسته که خیال دنیا رو راحت بکنن، خودشون باید این مسئله آقای خامنه‌ای و استعفاش رو در ایران حل کنن. آقای براتی نظر شما چیه؟ به نظر میرسه که آقای گنجبخش فکر میکنن که باید ایران یک سری در واقع
شرط‌های خیلی جدی رو پذیرفته باشه قبل از اینکه این بسته پیشنهادی اروپا رو دریافت کرده. نظر شما چیه؟ شما فکر می‌کنید چی داده آقای روحانی که این رو گرفته؟ کنار هم مطرح است. یک اینکه برجام برای اروپا نماد چند قطبی بودن نظام سیاسی بین المللی بوده، یعنی در کنار ایالات متحده آمریکا، اروپا، روسیه و چین این مجموعه به اصطلاح نظم جهانی رو باعث تضمین میکرده. آمریکا آمده این نظم رو به هم زده و اروپا داره مقاومت میکنه. این امتیازاتی هم که به ایران میده در حقیقت بخشی از این مقاومت است. اما در مقابل اروپا نمیتونه پای این بسته سخاوتمندانه‌ای که به ایران داده بیسته. اگر یک در مورد مسئله موشک‌های بالیستیک ایران حاضر به عقب نشینی نشه، دو در مورد حضورش در یمن، در سوریه و روابطش با حزب الله لبنان، تهدیدی که در بلندی‌های جولان اسرائیل رو هم می‌کنه، اگر در این موارد حاضر به گفتگو عقب نشینی نشه، خب معلومه بخش اعظم این داده ها ممکن نیست که عملی بشه. و من فکر میکنم که احتمالاً آقای روحانی قبل از اینکه به اتریش بره در سوئیس این مسائل رو دولت سوئیس به عنوان نماینده به اصطلاح کنونی روابط دیپلماتیک آمریکا و عربستان سعودی با ایران مطرح کرده و آقای روحانی هم پیغام هایی داشتن برای این دو کشور که در چه حد و چه مقداری حاضر به عقب نشینی و گفتگو هستن. فکر میکنم راهی برای حکومت ایران و آقای روحانی جز نوشیدن جام زهری دیگر باقی نمیمانه. این مسئله فقط مدتش دیرترین وقت فکر میکنم این جام زهر در ماه نوامبر آتی نوشیده خواهد شد. حالا ما در مورد اینکه چقدر زمینه های چنین اقدامی در ایران و فضای سیاسی فعلی ایران مهیا هست در بخش دوم برنامه صحبت خواهیم کرد، ولی سوال اساسی من اینجا این هستش که آقای براتی تا چه حد این بسته اون چیزی هست که ایران میتونه روش حساب بکنه؟ مثلا همین چیزی که ما دیشب دیدیم پارلمان اروپا تصویب کرد، همونطور که خودتونم به درستی اشاره کردید، چندان تضمینی نیست. در واقع به بانک سرمایه گذاری اروپا گفته شده که میتونی در ایران کار بکنی و بانک سرمایه گذاری اروپا مثل هر بانک اروپایی دیگری باید ضرر و زیان‌ها و منافع خودش رو بسنجه و درباره این تصمیم بگیره. چقدر واقعا اروپا میتونه تضمین بکنه مثلا اون چیز دیگری که شما فرمودید، 1 میلیون بشکه خرید نفت از ایران رو، در صورتی که آمریکا گفته یک قطره نفت هم اروپا نباید از ایران بخره؟ خب ببینید، این مسئله 10 میلیارد کمک مالی برای سرمایه‌گذاری برای تولید کنندگان کوچک و متوسط هم شامل حال تولید کنندگان ایرانی میشه هم اروپایی. این عدد بزرگی نیست که حتما باید از طریق بانک ها این به صورت تامین بشه. همه این کشورها کمک هایی برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال رشد دارن که میتونن از اون منابع این احتیاجات رو مرتفع کنن. مسئله اساسی مسئله نفت است. به نظر من آمریکا اگر اروپا واقعا این بسته رو بخواد عملی کنه، به احتمال قوی جلوی کشتی‌های نفتکشی رو که نفت ایران رو از تنگه هرمز بیرون میارن و به دنیا عرضه بکنن خواهد گرفت و این به معنی اعلان جنگ حضوری است. یعنی در مقابل آمریکا اعلان جنگ به جمهوری اسلامی میکنه، از اون طرف هم احتمالاً دیگه کشورهای اروپایی باید بدونن کدوم طرف میستن. این وضع جدیدی رو، بحران جدیدی رو به وجود خواهد آورد و فکر میکنم اروپایی‌ها سعی خواهند کرد پیشگیری کنن از ایجاد همچی بحرانی. آقای گنجبخت، نظر شما اشاره کردن آقای براتی به قضیه تنگه هرمز، این روزها خیلی صحبتش میشه. همونطور که اگه یادتون باشه در اوایل دهه 90 هم آقای احمدی نژاد صحبتش مطرح کرد و بستن تنگه هرمز یه زمان دیگری باز از برنامه‌هایی بود که صحبتش میشد. چقدر واقعا بحث تهدیدی که ضمنی ظاهراً آقای روحانی کرد تاثیرگذار بوده؟ چقدر فکر میکنید که اصلا این تهدید تهدید عملی هست و شدنی هست؟ ببینید، این تهدیدهای انتحاری خب معمولاً اگر هم عملی بشه باعث نابودی خب طرفی که این تهدیدها رو میکنه میشه. ما با یه ائتلافی تو منطقه روبرو هستیم که رأسش قدرتمندترین
کشور جهان، 1 تریلیون دلار هم عربستان سعودی اسلحه خریده در کنار اسرائیل که خودش ادعا میکنه به تنهایی میتونه خودش دفاع کنه. حالا شما همچین ائتلافی در مقابل شما قرار گرفته، چون رشته تخصصی من مغزه، معلوم نیست در مقابل این تهدیدی که وجود داره کدوم بخش مغزتون داره کار میکنه، بخش ایدئولوژیکتون کار میکنه، بخش عقلانیتتون کار میکنه یا بخش احساساتتون داره کار میکنه. اگر یک ذره عقلانیت به خرج بدید متوجه میشید که این سه کشوری که الان ایران تهدید میکنن از نظر استراتژیک دشمن ایران نیستن، بلکه جزء دشمن تراشی آقای خامنه ای هستن. به همین دلیل راه حل هم اینه که بتونن بر اساس منافع آقای گنجبخش بهتر راجع به مسائلی که در حال حاضر واقعا قابل صحبت و دسترسی هست صحبت بکنید. جمهوری اسلامی که به هیچ عنوان در مرحله ای نیست که شما فکر کنید که آقای خامنه ای رو کنار میگذاره یا تصمیمات آقای خامنه ای کنار میگذاره. اتفاقا من میخوام همین نکته رو بگم، برخلاف اون چیزی که فکر میکنید این شعار من خیلی رادیکال به نظر میرسه، در این حال بسیار محافظه کارانم هست، چون تنها راه حلیه که میتونه سیاست خارجی ایران رو از دست نهضت آقای خامنه ای بیاره بیرون، همینطور که سر برجام ایشون بلایی که سر برجام آورد این بار هم سر موقعیت کنونی میاره. ببینید آقای این سیاست خارجی که ایران رو به عنوان یه پایگاه میبینه و نه به عنوان یک کشور، خواه نخواه ایران رو به سرازیری میبره. پس خواهش میکنم این حرفی که بنده زدم رو به عنوان یک جریان محافظه کارانه برای نجات ایران در نظر بگیرید، نه به عنوان شعار همینجوری و تغییر اساسی سیاست خارجی ایران. دیر یا زود به این نتیجه خواهند رسید، بهتر همین امروز به این مسئله فکر کنند. بحث دیگری که این روزها خیلی مطرح بود بحث در واقع بازداشت یک دیپلمات ایرانی بود که گفته میشد تأثیراتی هم داشته روی این سفر. آقای براتی به نظر شما تأثیر این بازداشت و حرف و حدیث های هول و هوش اون چقدر بود واقعا روی سفر آقای روحانی؟ خب اطلاعات در این مورد خیلی زد و نقیص هست، چون دو نفر از بازداشت شدگان در کنار مسئولین سازمان مجاهدین قبلا دیده شدن و معلوم نیست این مسئله تا کجا واقعا ربط داره. خود سازمان مجاهدین میگه اینها اعضای نفوذی بودن. خب ولی یک مسئله هست، ما میتونیم بگیم که اگر این مثلا واقعیت داشته باشه، این کار دولت آقای روحانی و یا سازمان اطلاعات وزارت اطلاعاتی ایشون نمیتونه باشه، بلکه برعکس این کار کسانیش بخشهایی از این حکومت موازی است که میخوان کل بازی رو به هم بزنن و فکر میکنن در درگیری با اروپا و آمریکا شانس تضمین نظام رو دارن، در حالی که فکر میکنم آقای گنجبخش هم اشاره کردم مسئله کاملا برعکسه. اتفاقا همین مسئله یکی از مسائلی است که در کنار مسائلی که مربوط به این تضمین‌های اروپایی میشه میتونه یک نوع تغییر توازن قدرت در نظام به وجود بیاره. در نهایت اگر حاضر به پذیرش راه روحانی نباشن، قاطعا باید یک نوع کودتای نظامی انجام بگیره. در حقیقت یک نوع کودتای میتونیم بگیم سپاه پاسداران برای برقراری یک حکومت نظامی در ایران بدون آیت الله ها، که این راه رو روشن میکنه براشون که میخوان وارد یه جنگ طولانی بشن و ایران رو از بین ببرن و یا اینکه حاضر به مصالحه خواهند شد. برای نظامی ها راه مصالحه هم به نظر من راحت تر هست تا برای آقای خامنه ای. آقای گنجبخش، طرف دیگه طرف آمریکاست و با شرایطی که الان در آمریکا سراغ داریم، به نظر شما چقدر واقعا آمریکا میخواد با ایران سر میز مذاکره برگرده؟ آیا این یک شعار هست در این مرحله یا واقعا آمریکا علاقمند هست به مذاکرات دوباره با ایران برای رسیدن به یک توافقی که به قول آقای ترامپ این بار توافق خوب باشه؟ سیاست خارجی آقای ترامپ رو بولتون به صورت اینکه زور دیپلماسی ماست مطرح کرده و این کار رو داره پیش میبره و این خب یه واقعیت، اما بعد دید خواستایی رو که امریکا داره مطرح میکنه آیا با منافع ملی ایران جور در میاد یا نه. بیایم دو تاشو در نظر بگیریم. یکیش بیرون اومدن همین الان ایران از سوریه که عملا صورت گرفته با شکست سپاه قدس در اونجا. یک
عادی سازی رابطه با امریکا و به رسمیت شناختن اسرائیل. این رابطه استراتژیک امریکا و اسرائیل یک چیزیه که ایران باید به رسمیت بشناسه و با توجه به این که ما هیچ دشمنی نباید به اسرائیل داشته باشیم، از عرض کردم اون بخش مغز که ایدئولوژیکه رو از کار بندازه، بخش عقلانیت منافع ملی رو به کار بده. این امکان وجود داره. ولی این که امریکا سیاست زور کرده، خب این واقعیت که ما باش روبرو هستیم و با این واقعیتی که باید ما زندگی بکنیم، مثل فرانسوی‌ها که امروز با آقای ترامپ دارن زندگی میکنن یا انگلیس‌ها یا ژاپنیا، به عنوان کشور دارن به این واقعیت برخورد میکنن. به همین دلیل رفتن پای میز مذاکره مستقیم برای عادی سازی رابطه که مبنای اساسیش هم دست برداشتن ایران از عمق استراتژیک از بین بردن اسرائیل، اینها پایه اساسی آینده ایران رو تضمین میکنه. و از طرف دیگه نکته رو بهتون مطرح کنم. ببینید این برنامه موشکی که بحث میکنه، کارهایی که آقای خامنه‌ای کرد باعث شد که ما از حق مسلم غنی‌سازی محروم بشیم. الان نمیذارن ما اونجوری که دلمون میخواد غنی‌سازی رو. همینطور این کارهایی که تو منطقه کردن باعث شده که ما از حق مسلم داشتن موشک‌ها هم به زودی محروم بشیم. شما یه مداد هم ورداری گوش بنویسید مرگ بر اسرائیل، مسلم در اون زمین هم شما رو این تحت چیز قرار میدن. به همین دلیل راه حلی که ایران در مقابلش تو سیاست خارجی داره همین راه حلی که خدمتتون عرض کردمه و این در مقابل نهضت آقای خامنه‌ای یه چاره ای نداره. اون رو هر جوری که خودشون تشخیص میدن، حالا من استعفا گفتم مثل این پاپ آخری که انجام گرفت، که ول کنن برن دیگه، این مملکت رو بدن دست صاحباش یا اونه یا خود آقای روحانی و غیره، اینا بشینن فکر بکنن که چیکار بکنن. کودتای نظامی هم فکر نمی کنن این راه حلی باشه که مشکل حل بکنه. بله. یعنی خب انتقال قدرت. ممنونم از هر دوی شما آقایون، آقای گنجبخش و آقای براتی. ما در بخش دوم در مورد مسائل سیاسی داخلی صحبت می‌کنیم. وقتی تیم دیپلماتیک حسن روحانی در تلاش است برای گرفتن تضمین از اروپایی‌ها، خود حسن روحانی در داخل دائما باید تضمین بدهد که این تلاش‌ها نه تنها ثمر می‌دهد که راهکار درستی هم هست. کسانی که از آغاز با برجام مخالف بودند، نگاهی کاملا انتقادی به برجام داشتند و می‌گویند اروپا هم مثل آمریکا قابل اعتماد نیست. اما چه کار دیگری از حسن روحانی برمی‌آید؟ رئیس جمهوری که هر روز با یک بحران تازه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روبروست، اعتراضات گسترده‌ای در گوشه و کنار کشور تجربه می‌کند، باید از کجا شروع کند که مسائل حل شود؟ برای این بخش سه مهمان دعوت کردیم. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد همراه ماست. مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن به ما پیوستند و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو. خوش آمد میگم به هر سه آقایون. پیش از اینکه شما به این بحث بپیوندید، با دو مهمان دیگر در مورد موفقیت یا عدم موفقیت این تور اروپایی آقای روحانی صحبت میکردیم و اینکه او چه تضمین‌هایی تونسته از اروپا بگیره احیانا و چه تضمین‌هایی به اروپا احیانا داده. من میخوام از همینجا بحث رو دوباره آغاز بکنیم. به نظر شما آقای نامور حقیقی، آقای روحانی در اروپا چه تضمین‌هایی داده و این تضمین‌ها رو با چه کسانی چک کرده؟ آیا مطمئن هست که اینها قابل ارائه به اروپا بودند یا نه؟ ببینید، تضمین‌هایی که آقای روحانی میتونه به عنوان نماینده حاکمیت به اروپا بده در چند تا موضوع. یکی مسئله همکاری در مورد مسائل مربوط به نظارت‌های تعهد داده شده از سوی ایران در مورد مسئله برجامه که ایران به این نظارت ها ادامه بده. دوم، تعهداتی است در مورد همکاری منطقه‌ای برای حل مشکلاتی که نیروهای مدرن تروریستی اسلامی مثل داعش ایجاد کردن در عراق، در سوریه، در یمن، در جاهای مختلف. ایران بتونه همکاری‌های لازم بکنه برای اینکه با این فرایند مقابله کنه و به ویژه در مورد یمن بتونن یه راه حل سیاسی پیدا کنن. سوم، در مورد همکاری‌هایی است که ایران میتونه با اروپا در مورد مسائل توسعه اقتصادی انجام بده و مسئله تضمین مسئله انرژی که ایران بتونه اونها به انرژی باشه، تضمین اون سالم امور انرژی، مسئله همکاری در مورد مبارزه با مواد مخدر. واقعا فکر کنید این هاست یا فراتر از اینها ایران باید در مورد مثلا برنامه موشکی و حضورش در منطقه با اروپا وارد یک صحبت‌هایی شده باشه، حالا نه در ظاهر، دست کم پشت پرده؟
خب ببینید، در مورد مسائل منطقی من گفتم ایران آماده گفتگو هست، آقای ظریف هم پیشنهاد کرده بود که در مورد یمن هست، در مورد سوریه هم هست. بله، در مورد مسائل منطقه اصلا آقای ظریف پیشنهادی که کرده بود از پارسال مطرح کردن که ما یک مجمعی درست بشه از کشورهای منطقه در مورد مسائل امنیتی منطقه صحبت کنیم. در مورد مسائل موشکی ایران تقریبا یه بخشی از اون ملاحظات رعایت کرده، باید موشک بالستیک که بتونه کلاهک هستی رو هم کنه نره سراغش. در این مورد به نظر من دست پارسال تا الان آزمایش موشکی نکرده و در این حال ایران من فکر میکنم آماده است در مورد یک پکیجی که مسائل دفاعی منطقه باشه و ما گفتگو بکنه. یعنی نمیشه که مثلا آمریکا به همه همسایگان ایران موشک بده، اونا رو تصدیق کنه، بعد بگه ایران نه هیچ موشکی نداشته باشه، هیچ موشکی نداشته. در این روند منطقی که ملاحظات دفاعی ایران به رسمیت شناخته بشه، به نظر من ایران آماده گفتگو. اما در مورد مسئله هسته‌ای، چون آمریکا میگه الان غنی‌سازی رو به طور کامل تعطیل کنید، که اون حرفی است که بعد از 10 سال مذاکره به اون نتیجه برجام رسیدن، قطعا حرفی که آمریکا میزنه خلاف قاعده منطق و حقوق بین الملل و طبیعتا ایران به راحتی زیر بار اون نمیره. آقای وادی، نظر شما چی؟ سلام به بینندگان و به شما. ببینید، من فکر کنم اول قبل از اینکه بگم چه تضمین هایی داده و چه تضمین های آقای روحانی گرفته، ما با یک حاکمیتی مواجه هستیم که مشخص نیست نقش رئیس جمهور به عنوان دومین شخصیت سیاسی در اون چقدر هست و چقدر تضمین هاش چه در خارج در داخل قابل اجراست. من هم خوشحال میشم که ایران بتونه از حقوق خودش دفاع کنه سوای از اینکه حاکمیت کشور کی هست، اما به نظر میسه در همین حال هم شرایطی نیست که خیلی مطلوب باشه. یعنی حتی دو کشوری که آقای روحانی رفت و یک مقدار در سالهای گذشته هم که نگاه کنیم موازهشون موازه نسبتا متعادل تری بوده، همونها هم رو نقطه‌ای دست میذارن، هر دوشون، هم رئیس جمهور سوئیس و هم صدر اعظم اتریش، رو مسئله اسرائیل خیلی پافشاری میکنن حتی در مصاحبه مشترک. به نظر نمیرسه کار خیلی ساده باشه، به خصوص اینکه در داخل کشور هم من نشانه‌ای نمیبینم که قرار باشه دوستان با آقای روحانی در شرایط عادی کنار بیان، مگر مثل قضیه برجام یا مثل مذاکرات ایران با آمریکا که به قول خود آقای خامنه‌ای وقتی فشارهای دشمن و برای رفع آزار دشمن ناچار شدن تن به مذاکره بدن و به قول ایشون عقب نشینی بکنن و امتیاز بدن. و اینجا تأسف داره که همیشه در تمام حوادث بعد از انقلاب، از قضیه گروگانگیری تا قضیه جنگ تا بعد از اون، همیشه شرایط به جایی رسیده که حاکمیت تحت فشار به قول الان ما به اون شرایط رسیدیم. به نظر شما الان در موقعیتی هست جمهوری اسلامی که بگه که حالا اصطلاح جام زهر مرسوم شده، جام زهر دیگری در کار؟ ببینید، هنوز هیچی نشده، یعنی هنوز بحثا ادامه داره و به نتیجه نرسیده. آقای روحانی کلمه حرف زد که بوی تهدید بستن تنگ هرمز می اومد. آقای فلاحت پیشه که تازگی ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس به عهده گرفته، گفته که منظور بستن تنگ هرمز نیست. یعنی به گمان من در داخل حاکمیت همین درک ایجاد شده که حالا من اصلا کاری به حقانیت مواضع آمریکا ندارم، که بسیارش ممکن ناحق باشه، اما به نظر نمیرسه که اروپا خیلی آمادگی داشته باشه خرجش رو کامل از آمریکا سوا کنه. و اگر خرجش رو سوا نکنه، یعنی همون که شما گفتید، یعنی بله به نقطه رسیدن که ناچارن امتیاز بدن و برای توافق بکنن. بعضی از تندگویی ها هم به نظر من برای پوشش دادن بعضی از توافقات پشت پرده است، مثل همه سالهای گذشته، مثل همون تندگویی ها و تندخویی هایی که اواخر سال 91 انجام می شده، ولی در همون حال بعدها مشخص شد در حال مذاکره در عمان با آمریکا بودن. من گمان می کنم به این شرایط دستن عرض می کنم وقتی دو کشوری که نه خیلی حجم تجاری بالای با ایران دارن و نه خیلی در مواضع گذشته تند علیه ایران بودن، به نظر من بدعمد با بررسی و با آگاهی میان مسئله اسرائیل رو انقدر بولد میکنن، به نظر میرسه که میخوان مسائل رو مطرح کنن که بعد در مسائل مشترک واقعی بین ایران و اروپا ناچارشن امتیازات ایران رو ناچار کنن امتیازاتی بده. آقای جوادی حساب، این چند روز یه اتفاقی افتاد که کل این سفر در اون خلاصه شد به نوعی، اینکه رئیس جمهور ایران آیا اروپا رو تهدید کرده یا نکرده، اینکه تنگه هرمز رو میبندن یا نمیبندن. آقای سلیمانی اومد از آقای روحانی تقدیر و تشکر کرد به خاطر این صحبت‌ها. به نظر شما این نشانه چی؟ آیا دولت، سپاه و کلاً حاکمیت با هم منسجم‌تر عمل می‌کنن، نزدیک‌تر شدن؟ من گمان می‌کنم که اینجا در حقیقت یه نوعی گزینشگری در مواضع آقای روحانی توسط سردار سلیمانی اتفاق افتاد. یعنی سردار سلیمانی با اون بخشی از سخنان آقای روحانی مواضع خودش و مواضع حامیانش بود، به نحوی با آقای روحانی گفت که این روحانی مورد نظر ماست، همطور که تصریح هم کرد.
یه بخش از تئوری پردازان داخلی کشور معتقدند که ما باید با جریان قدرت و سلطه قدرتمند و توانا برخورد کنیم و الا اونها حجمه هاشون رو زیادتر میکنن، توانمندخواهی میکنن و ما رو بیشتر تحت فشار قرار میدن. امثال آقای سردار سلیمانی میتوانند نماینده این بخش از جامعه ایران ترقی بشن یا بخشی از قدرتی در ایران ترقی بشن. لذا به نظر من حمایت از آقای روحانی در این جور شرایط که میگه من ما این آقای سلیمانی این آقای روحانی رو میشناختیم و میشناسیم و این اون چیزیست که ما ازش توقع داریم، یعنی در حقیقت تأکید بر مواضع خودشون، تأکید بر اون بخش از سخنان آقای روحانی که مواضع اونها رو تایید میکنه. یعنی منظورتون از که این آقای روحانی نیست که به اونها نزدیک شده، اونها دارن سعی میکنن آقای روحانی رو به نوعی طرف خودشون بکشن؟ در حقیقت دارن در این بخش از صحبت آقای روحانی با او همپوشانی ایجاد میکنن که دو تا کار انجام داده باشن. کار اول لبیک به دعوت آقای روحانی که گفت بیان همه با هم باشیم. کار دوم دقیقاً موضعی که ما در این بعدها با شما هستیم، یعنی اگر که قرار است ایران نفت صادر نکنه، خب معلوم نیست که بقیه کشورها هم بتونن با امنیت نفت صادر کنن، یعنی ما می توانیم تهدید باشیم، می توانیم مانع باشیم، می توانیم موازنه رو به هم بزنیم و ده ها می توانیم دیگر، و اون در اون می توانیم های دیگر دقیقاً روی ظرفیت های خودشون دارن تاکید میکنن، یعنی دقیقاً هم بخشی که آقای روحانی بهش در حقیقت داره تلاش میکنه که به اونجا نزدیک نشیم. سفر آقای روحانی به اروپا برای این است که ما از تنش در منطقه دوری کنیم و بر داشته های خودمون در و پیروزی های خودمون در برجام و بقیه موارد اونجاها تاکید بکنیم، ولی یه عده‌ای دارن خلاف این رو دنبال میکنن در کشور و به نظر منم در نهایت آقای روحانی رو اگر مطابق با میل اونها عمل نکنه تنها خواهند داشت. دقیقاً آقای نامحقی، بحث همین جاست. آیا این دوباره یک تضاد داخلی در نظام جمهوری اسلامی رو نشون میده، یا اینکه میشه گفت که گروه‌های مختلف در موقعیت به قول معروف حساس کنونی با هم دارن نزدیکتر عمل میکنن؟ الان شما چه برداشتی دارید؟ آیا این حرفی که آقای سلیمانی میزنه معناش این نیست که همه اون تضمین‌ها و صحبت‌هایی که آقای روحانی قصد داره به یعنی کل سیستم دیپلماسی ایران، آقای ظریف و غیره سعی دارن به اروپایی ها بدن که ما در منطقه دنبال مذاکره هستیم، حاضریم به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد غرب با غرب همکاری بکنیم، آیا اینها با هم همخوانی دارن؟ ببینید، باید یه نگاه جدیدی کرد به این که اگر ایران بخواد از مسئله برجام موفقیت آمیز بیاد بیرون و مسائل و مشکل حل کنه، آقای روحانی در ارتباط با بلوک قدرت باید یه سری مجموعه کار انجام بده. بدون این مجموعه کار قطعا تداوم برجام با مشکل روبرو خواهد شد. وقت دو راه است، یا اینکه گروه های تندرو موفق باشن، صحنه سیاسی رو بگیرن در دست، یا اینکه جمهوری اسلامی تسلیم بشه و همه اون چیزایی که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ میخوان اجرا کنه. برای که این کار صورت بگیره چند تا موضوع به نظر من مهمه که اگر صورت آقای روحانی انجام بده میتونه یک وفاقی ایجاد کنه. اولین مسئله همون مسئله اجماع است که آقای جواد حصار هم اشاره کرده. ببینید، برای اجماع و همونجوری که در آغاز مذاکرات برجام اجماع ایجاد شد، باید یک پروتکلی در مورد نحوه تعامل، نحوه مقابله، نحوه چالش و نحوه انعطاف بسته بشه و گفتگو بشه. بدون اینکه این گفتگوها در شورای امنیت ملی پخته نشه، قطعا این تضادها در مواضع رسمی، در سیاست خارجی، در حوزه‌های مختلف ایجاد میشه و تبلیغاتی و به ضرر ایرانه. یه نکته. نکته دومی که آقای روحانی باید بسیج منابع کنه. ببینید، الان ایران با مشکلات اقتصادی جدی مواجه است. آقای روحانی باید تمام منابع حکومتی، نه فقط دولت، از آقای خامنه‌ای بخواد منابع آستان قدس رضوی، منابع ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفین، منابع حکومتی، اینا از جنبه اقتصادی الان یاور و کمک دولت باشن. خب دقیقاً بس همین است آقای نامحقی. همواره صحبت این است که رئیس جمهور در ایران یک جایگاه تشریفاتی در اغلب مواقع، خیلی از مواقع کارهاش پیش نمیره. آقای روحانی، شما خیلی لیست بلندی هست این چیزی که شما میفرمایید، واقعا چقدر توانایی شده داره که همچین چیزهایی رو بخواد؟ ببینید، آقای روحانی همون 10% 20% که توانایی داره
به نظر میرسه از 96 به از 96 به این بعد به خاطر سوداهایی که در تداوم قدرت داره برای خودش، حالا به هر دلیلی اون کارآمدی رو نشون نده. در 4 موضوع آقای روحانی بد عمل کرده در همون 20% که قدرت داره. یکی در مدیریت انتظارات جامعه، یکی در مورد مدیریت اقتصادی جامعه. مدیریت اقتصادی جامعه، نوع کابینه‌ای که درست کرده، دکترین اقتصادی که 6 آدم مختلف دارن که به هم همخوانی نداره. سوم مدیران اجرایی که سر کار گذاشته. همه اینها نشونه ناکارآمدی دولته و میتونست بهتر از این عمل بکنه. مسئله بعدی در مورد روند امور در یک حوزه مختلف، یک افقی که شما اقتصاد رو بتونه سامان بدی در مسیر، در همون حوزه که دولت اختیار داره. در این حوزه به نظر من آقای روحانی بسیار ضعیف عمل کرده. یکیش هم منش و روش خود آقای روحانی. ببینید کاراکتر آقای روحانی کاراکتری است که با پروتکل و فاصله صورت گرفته. در حوزه سیاست خارجی اینجوری بوده، در حوزه سیاست داخلی هم اینجوری بوده و این الان کار نمی‌کنه. خب بذارید ازتون این رو بپرسم آقای نامبر حقیقی، آیا آقای روحانی داره به اون تصویری که آقای سلیمانی میپسنده نزدیک میشه یا نه؟ اون تصویری که در سال 92 رأی آورد، بخش قابل توجهی از اصلاح طلبها پشتش قرار گرفتن. ما میدونیم که آقای روحانی میتونه چهره های متعددی داشته باشه. ببینید آقای جناب آقای سلیمانی چند تا تئوری دارن در ارتباط با غرب. یکی اینکه میگن باید هرچی محکمتر برخورد کنید غرب عقب میشینه. دوم اینکه معتقدن که ایران به عنوان یک پلیر مستقل باشه، تئوری ادغام رو نباید دنبال کنه. و سوم معتقد به یک بسیج اجتماعی و یک بسیج هماهنگ شده در ساختار کل حکومتن برای اینکه بتونن از این وضعیت بیان بیرون. آقای روحانی کاراکترش با این نوع نگاه نمیخونه، دیدگاه تئوریکش هم نمیخونه، چون دیدگاه تئوری آقای روحانی اینه که ایران بایستی بره به سمت ادغام با غرب و تحت چتر امنیتی که در ارتباط با تعامل با غرب پیدا میکنه به دست بیاره. بنابراین نکته سومم که آقای روحانی در ارتباط با بسیج منابع و سیستم کاراکترش کاراکتر انقلابی بسیجی نیست، یعنی که بتونه بسیج کنه، در تعامل باشه، سازماندهی کنه، تشکیلات کنه. به خاطر همون نوع کاراکتری که داره فاصله میگیره، اگر شما دقت کرده باشید با اینکه این بحران اقتصادی شکل گرفته، ببینید شما چند جلسه اقتصادی با کارشناسان و مشاوران اقتصادی برجسته جامعه داشته؟ تقریبا خیلی کم. با استاد روا چقدر مشاوره داشته؟ اونها هم نداشته. یعنی تو ملوک قدرت هم ارتباط آقای روحانی کمتره. بنابراین این شعارهای آقای روحانی میتونه حداقل از جنبه اجماع درست کردن موفق باشه در ساختار سیاسی تبلیغاتی، ولی در عمل این که چقدر اینها رو عملیاتی کنه، اجرایی کنه، من بعید میدونم بتونه آقای روحانی این سیاست رو پیش بگیره، همون سیاست اعتدال، و در این حال بتونه مسئله اساسی داخله. اگر نتونه در حوزه مدیریت اجرایی، در حوزه اقتصادی، در حوزه امنیتی، اگر نتونه فعالیت‌های اطلاعات موازی رو محدود کنه که تخریب کردن در رابطه با اروپا، قطعاً در حوزه برجام با مشکلات جدی، تداوم برجام مشکلات جدی مواجه خواهد شد. آقای وایدی نظر شما چیه؟ فکر میکنید آیا آقای روحانی میتونه با توجه به نگاهی که سپاه کلن همواره به دولت‌ها در ایران داره و جایگاهی که سپاه داره، این نقشی رو که آقای نامور حقیقی میگن در این برهه بازی بکنه؟ من یک اختلاف نظر اصولی با بسیار از دوستان بر قضیه برجام دارم، با اون که بعضی از دوستان تلاش میکنن برجام رو پروژه آقای روحانی معرفی کنن که بخشی از حاکمیت باش مخالفه یا کارشکنی میکنه. من معتقدم که نقش اول در برجام رو نیازهای شخص اول حکومت آقای خامنه ای ایجاد کرد و باعث شد، و اگر موضوع تحریم های سنگین نفتی و مالی نبود، آقای خامنه ای تن به برجام نمیداد. کما که تا چند ماه قبل از اون هم به شدت بدگویی میکرد از روند مذاکرات هسته‌ای که آقای روحانی متولی شد و بعد در دولت آقای خاتمی و بعد در دولت خود آقای روحانی ادامه پیدا کرد. این نکته اول. نکته دوم در مورد این که آقای روحانی الزام بکنه داخل کشور رو که منابع اقتصادی آستان قدس، ستاد اجرایی و سایر نهادهای حکومتی که ثروتشون ده‌ها برابر بیش از درآمد سالانه دولت از نفت هست و در شرایط فعلی اقتصادی تنها نقطه امید دولت میتونه باشه برای رفع مشکلات مردم،
نه تنها به نظر من اون دستی نداره، حتی منابعی که در بر اثر برجام آزاد شده یا قرار آزاد بشه آقای روحانی تسلط نداره براش. آقای روحانی حالا ادعاهای مختلفی از میزان ارزی که بر اساس برجام آزاد شد مطرح شد تا 150 میلیارد دلار هم گفتن، اما من میگم مثلا 1 میلیارد دلار. آقای روحانی آقای توانست اون مقداری که آزاد میشه بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌های دولت خودش استفاده کنه؟ اومدن هواپیما بخرن، آقای خامنه‌ای گفت آیا هواپیما اولویت است؟ اومدن قرارداد نفتی ببندن، اومدن گفتن که کرسنت فلان کار کردید شما دقت نکردید. یعنی در واقع حتی نه تنها در آستان قدس که ایشون هم دیگه تلاشی نمی‌کنه، آقای روحانی خیلی صریح، من در ایام انتخابات میگفتم الان صریح میگم، آقای روحانی مردم فریبی کرد، اون حرفا رو زد فقط برای اینکه رأی بگیره. بعد از انتخابات کوچکترین گامی برای آزاد کردن منابع تصرف شده توسط نهادهای متعلق به رهبری انجام نداده، چه آستان قدس، چه ستاد اجرایی، چه بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد و در واقع نهادهای پرقدرت مالی متعدد. حتی در مورد عرض میگم اونی که به فرضی که ما قبول کنیم برجام پروژه دولت هست در برابر تندروهای داخلی، که اصلا من اینو قبول ندارم، معتقدم که تندروهای داخلی و رهبر که رهبر تندروها هست بیش از آقای روحانی به برجام نیاز داشت، حتی با فرض پذیرش فرضیه دوستان که برجام پروژه آقای روحانیه، آقای روحانی توان استفاده از برجام رو در همون حدی هم که پیشروی کرد و الان متوقف شده نداشته و نداره، و من گمان میکنم تلاش هم نکرد. آقای حقیقی اشاره کردن یک کابینه بخش اقتصادی کاملا نامنسجم از آقای ربیعی که طرفدار قانون کار هست تا آقای نوبختی که کاملا بازار ولنگار رو میخواد، این ترکیب اقتصادی به هیچ وجه کارآمدی نداره. آقای روحانی هم دغدغه نداره، متاسفانه مثل سایر رؤسای جمهور در دور دوم خیلی هم دغدغه رأی بعدی ندارن. به گمان من آقای روحانی یک نقطه مضاعف هم داره و اون که ایشون تو نگاه به رهبری داره میخواد نهادها رو داشته باشه. و نکته آخری که من میخوام عرض کنم اینه که من خیلی جدی نمیگیرم حرفایی که آقای سلیمانی در مورد تمجید از مواضع آقای روحانی بر مسئله تنگی هرمز و اسرائیل گفته. تجربه نشون میده که این طور تندگویی ها، من در قسمت اول صحبتام هم عرض کردم، این طور تندگویی ها معمولا پشت پرده مسائل دیگه است. همونطوری که آقای روحانی بسیار از حرفا رو بر مصرف داخلی میزنه، آقای قاسم سلیمانی هم مأمور هست که بر اساس نیازهای داخلیش میگه. اگر جمله آخر پیام آقای سلیمانی رو شما نگاه کنید، ایشون جا گذاشته برای دبه بعدی، گفته برای سیاست هایی که مصلحت نظام هست در خدمتیم. حالا مصلحت نظام رو کی تعیین میکنه؟ خدا میدونه. آقای جوادی حصار، بحث سیاست داخلی ایران و تأثیراتش روی فضای بین المللی و این مذاکرات همواره مطرح بوده، اما چیزی که الان بیشتر از همه به چشم میاد این هستش که جناح اصولگرا و جناح اصلاح طلب، جناح دولت به نوعی، جناح در واقع میانه رو دارن سعی میکنن که همه یک گفتمان رو پیش ببرن. یعنی اون اختلاف نظرهایی که پیش از این میدیدیم کمتر شده. آقای نظر شما هم همینه؟ من اجازه میخوام تزمین تشکر از دوستان بود که کارشناسان محترم و وارسته‌ای هم هستند. عرض بکنم که ما به عنوان کسانی که داریم توی این مسیر به جامعه خودمون تصور میکنیم داریم کمک میکنیم، باید جهت‌دهی های درستی هم بکنیم. ببینید الان موزل ما، سوال شما در حقیقت این بود که سفر آقای روحانی به اروپا متضمن چه وعده هایی میتونه باشه، چه اروپایی ها به ایران داده باشن، چه ایران به اروپایی ها داده باشن. این که ما همه مسائل کشور رو بخوایم در یک گفتگو حل بکنیم یا همه مسائل به هم بپیچیم جز سردرگم کردن مخاطبمون، چیز دیگه این نصیب ما نخواهد کرد. من عرضم خیلی روشنه سرکار خانم، الان در شرایط کنونی آقای روحانی داره در به نمایندگی از ایران با اروپا داره صحبت میکنه برای اینکه این پنج کشور عضو برجام رو، یعنی امضا کننده برجام رو، کنار خودش نگه داره در مقابل تهاجمات که آمریکایی‌ها شروع کردن علیه ایران. من تصور میکنم ایران به اروپا وعده کرده که ما پای تعهداتمون واستادیم، شما هم پای تعهداتون واستید، شما ما رو تنها نذارید، ما هم تخطی از برجام نخواهیم کرد و اجازه هم نمیدیم که یه عده‌ای در داخل کشور به بهانه خروج آمریکا دستاوردهای برجام رو زیر پا بذارن. ما تلاشمون رو میکنیم، شما هم تلاشتون رو بکنید. در حوزه خاورمیانه هم من تصور میکنم ایران و اروپا در این گفتگوها به این جنبندی باید رسیده باشن یا باید برسن که اگر اروپایی ها این ایرانی که هسته‌ای هست، ایرانی که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای هست رو بپذیرن و به قدرت های دیگر منطقه‌ای هم یا تلاش مساوی، یعنی کمک مساوی و مساعد بکنن، یا موازنه رو به هم نزنن، یعنی طوری نباشد که فشار آمریکا و اروپا کاری بکنه که ایران در منطقه به یک ضد ایران تبدیل بشه، خلاف اون چیزی که الان هست تبدیل بشه.
ایرانی ها نمیپذیرن اون رو. بله. اگر قرار بشه این کار بشه داخل کشور هم کسی تحملش نمیکنه. نیروهای نظامی و امنیتی و سپاه و ارتش و اینا هم بالاخره از یه جای دیگه دارن دستور میگیرن، اون وقت از دولت تبعیت نخواهند کرد برای رسیدن به منظور. آیا به نظر شما الان هماهنگ هستن؟ آیا الان جناح‌های مختلف در ایران یک طرح واحد رو دارن پیش میبرن یا نه انتقادات نظر... انتقادات جناح مقابل خیلی روشنه؟ آره من عرض کردم اول صحبتم، گفتم آقای سلیمانی داره میگه من از دولت، من از آقای روحانی و از دولت حمایت میکنم، ولی انگشت تاکیدش رو میذاره رو اون نقطه ای که آقای روحانی بخش سخت قدرت ایران رو داره به رخ میکشه. میگه اگه قرار باشه ایران امنیت نداشته باشه هیچ کشور دیگه نمیتونه امنیت داشته باشه برای فروش نفتش مثلا. اونایی که متمایل به این بخش ماجرا هستن روی این بخش تاکید میکنن و آقای کدوم یکی بیشتر قدرت دارن، کدوم یکی میتونن حرفشون رو پیش ببرن، اونهایی که دنبال این چهره سخت از ایران هستن یا اونهایی که دنبال اون چهره در واقع نرمتر و دیپلماتیک تر ایران هستن؟ به نظر من مجموعه از مجموعه صحبت‌های دوستان کارشناس دارم این برمی اومد، منم همچین نظری دارم. ایران بنا ندارد و نمیخواهد در شرایط گفتگو قسمت سخت قدرتش رو تقویت یعنی از دست بده، اما نمیخواد با اون قسمت وارد تعامل با دنیا بشه. ایران داره از مسیر دیپلماتیک میره و سران قوا و نیروهای نظامی و انتظامی و رهبری و همه بر اساس نیازهایی که احساس کردن و بر اساس اقتضائات منطقه‌ای دارن با اتکا به توان سخت افزاری مذاکره تقویت میکنن و رفتار دیپلماتیک رو تقویت میکنن، اما با فلش های مشخص. یعنی به آقای روحانی دارن میگن آقای روحانی این روحانی مورد حمایت ماست، اون بخش رو خودت رو دنبال کن، ولی تو این بخش هم ما با تو هستیم. اگر که کسی بخواد متعرض بخش سخت و قدرت ما بشه ما پاسخش رو میدیم، تو بخش خودت کارتو درست انجام بده، تو اونجا کاری بکن که بتوانی نماینده شایسته ای باشی که تا حالا بودی. اینا دارن اینجوری به هم سیگنال میدن و پیام میدن. من تصور میکنم که هیچ کدوم از ارکان قدرت در جمهوری اسلامی امروز بر این مسئله، یعنی این مسئله از ذهنشون دور نیست، غافل نیستن که درگیری ایران در حوزه‌های سخت به نفع ایران نیست. بله. قدرت ایران رو کم میکنه. همه تلاش میکنن تو حوزه‌های نرم و نرم افزار و توی گفتگو ایران رو تقویت بکنن، البته با به رخ کشیدن قدرت‌های سخت. خب اگه بخوایم در مورد این مصداقی صحبت بکنیم، آقای نامر حقیقی قبل از سفر به اروپا آقای روحانی نامه زد به شورای نگهبان، خواست که این لوایح تصویب شده رو شورای نگهبان هم تایید بکنه. چقدر واقعا فکر می‌کنید این همراهی رو با خودش داره الان با توجه به اون صحبتی که آقای خامنه‌ای در مورد همین FATF کرد؟ ببینید جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی، دولت و بخش دیگه حکومت یک سری تهدیدها و مشکلات جدی رو روی خودشون میبینن که وقت برش راه حل پیدا میکنن. یکی مسئله افزایش بی سابقه نارضایتی اجتماعی و سیاسی که حتی کشیده شده توی خیابون و تو حوزه های عمومی که تا حالا سابقه نداشته. دوم مسئله تهدیدهای خارجی هست که دولت آقای ترامپ اون کلید زده. هیچ دولتی، خود آقای روحانی هم گفت، هیچ دولتی به اندازه دولت آقای ترامپ اینجور تیغ علیه ایران نکشته. مضافاً برای اینکه اون افرادی که دوربر آقای ترامپن هدفشون تغییر رژیمه، تا اونجایی که میتونن ایران تضعیف کنن در موقعیتی که بتونن تغییر بدن. نکته سوم مسئله این هست که چالش های درون بلوک قدرت بوده که خب ما دیدیم که خیلی جدی بود، در حدی بود که همین چیزی که آقای روحانی با من استعفا نمیدم نمایندگی میکنه اون چالش های درون بلوک قدرت. و چهارم چالش های منطقه‌ای که داره. با توجه به این تهدیدها ایران تنها راه حلی که داره میتونه به سلامت از این عبور کنه همون چیزی که آقای جواد احسار گفتن، یعنی باید بتونه یک اجماعی درست کنه، بخش های سخت قدرت بتونن کارآمد و فانکشنال باشن، در این حال آماده گفتگو و مذاکره هم باشن. این سیاستی است که ما هم نگفتیم آقای روحانی برجام درست کرده، حرف آقای واحدی درسته. ببینید سیاستی که میخواد تعامل پیدا کنه با غرب، در این حال میگه من بازیگر مستقلم، اینجوری نیست که شما هر چی بگید ما قبول کنیم، ما مایلیم با هم مذاکره کنیم، گفتگو کنیم، ولی شراکت کنیم. به نظر من با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده در مجموع اگر اروپایی‌ها همکاری‌های لازم بکنن اون کنوانسیون ها رو هم به نظر من مجلس تصویب خواهد کرد. ایران
تمام تلاشش میکنه که جدا از آمریکا، چین، روسیه و اروپا رو در یک همکاری اقتصادی نگه داره که بتونه نفتش رو بفروشه و یک معاملات بانکی محدود رو انجام بده. من میخوام ازتون خواهش کنم اینا وحی قیزودین یه دقیقه آخر وقتم بدم با آقای واحدی، آقای واحدی هم جنبندیشون رو داشته باشن از این بحث. بفرمایید آقای واحدی. ببینید، من گمان میکنم تا حدودی آقای روحانی و بخش حالا سخت حاکمیت منتظر دیدار ترامپ و پوتین هم هستن، یعنی میدونن خودشون بسیاری از مسائل در اونجا مشخص خواهد شد. اما باز من تاکید میکنم آقای روحانی هم خودش میدونه، هم طرفای مذاکرهش. من امیدوار بودم آقای روحانی وقتی میاد واقعا بتونه وعده هایی بده که روش اینجا حساب بکنن. بازم عرض میکنم من قطعا هیچ موافقتی با حاکمیت جمهوری اسلامی ندارم، اما به عنوان حفظ امنیت ایران موافقم که آقای روحانی بتونه، چون ظاهرش اینه که از بخش دیگه از قدرت یه مقدار عاقلانه‌تر رفتار میکنه، حتی به خاطر منفعت خودش. اما من گمان نمیکنم نه اروپا خیلی تضمین هایشون رو جدی بگیره، نه خود ایشون تضمین های جدی تونسته باشه بده. گمانم میکنم اینکه بعضی از اطرافیان آقای روحانی تلاش کردن اینکه مثلا رئیس جمهور سوئیس اومده فرودگاه استقبال کرده یا یک توییت فارسی گذاشته رو خیلی بولد بکنن، نشون میده که موفقیت های دیگه در سفر نبوده با کمال تاسف. اما من هنوز هم امیدوارم که مجموعه حاکمیت به این تدبیر برسن که دنیا قرار نیست با حاکمیت که در داخل خودش هم هیچ توافقی نداره به توافق برسه. این رو اگر بفهمن شاید بسیار از مسائل حل بشه. متشکرم از هر سه شما آقایون، آقای نامور حقیقی، آقای واحدی و آقای جوادی حصار. این بود صفحه 2 آخر این هفته برنامه و برنامه‌های هفته گذشته در صفحه 2 در وبسایت ما bbcpersian.com/صفحه 2 در دسترس شماست. همینطور میتونید برنامه رو روی صفحه فیسبوک ما هم ببینید. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/bbcpage2. همینطور میتونید نظراتتون رو در مورد این برنامه برای ما بفرستید. در کانال یوتیوب هم میتونید برنامه رو دوباره تماشا کنید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.